بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، وقت شما بخیر به بسته خبری ساعت ده از تلویزیون تمدن خوش آمدید. کار ساخت خط لوله انتقال گاز از شبرغان به مزار شریف با حضور سرپرست وزارت معادن و پترولیم آغاز شد. وزارت معادن و پترولیم گفته این پروژه 95 کیلومتر طول دارد و با هزینه 609 میلیون افغانی طی 3 سال به بهره برداری سپرده خواهد شد. به گفته این وزارت، از این خط لوله گاز در صنعت برق و شیشه سازی استفاده می شود و در آینده به منازل رهایشی نیز وصل و توزیع خواهد شد. در این حال استخراج نفت از نخستین چاه نفت قشقری سر پل به صورت آزمایشی آغاز شده. شهاب‌الدین دلاور میگوید استفاده از عواید استخراج نفت برای تطبیق پروژه های دیگر از اولویت های حکومت است. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان اعلام کرد کشورش از اقدامات کابل برای مقابله مؤثر با تروریسم فرامرزی استقبال می کند. آصف دورانی گفت حکومت افغانستان اقدامات خاص را جهت رسیدگی به نگرانی های تروریسم فرامرزی پاکستان و سایر کشورهای همسایه از جمله چین روی دست گرفته، اما نتیجه گیری نهایی در این مورد زود است. کابل نیز پیش از این بارها گفته اجازه نمی دهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده صورت گیرد. پس از مهار آتش‌سوزی در یک ذخیره‌گاه مواد سوختی در قندهار، دفتر مطبوعاتی والی این ولایت اعلام کرد در این رویداد شماره زخمی شدن. این آتش‌سوزی عصر دیروز رخ داد و به گفته منابع در اثر این آتش‌سوزی به تاجران مواد سوختی زیان هنگفت وارد شده. از گفته شده این آتش‌سوزی 1.5 ساعت ادامه داشت و پس از ناتوانی آتش نشانی شهرداری، نیروهای نظامی نیز برای مهار آن وارد عمل شدند. وزارت معادن و پترولیم میگوید که علاقمندی شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان بیشتر شده، اما تا حالا قرارداد جدید بین دو طرف عقد نشده است. بعد تازگی مسئولان یک شرکت مشترک افغان-چینی گفته که حدود 350 میلیون دلار در بخش تولید برق، سمنت و صحت سرمایه‌گذاری می‌کند. در همین حال مسئولان وزارت صنعت و تجارت چین را از شرکای مهم تجاری افغانستان می‌داند که سالانه بیش از 1 میلیارد دلار داد و ستد تجاری با این کشور دارد. وزارت اطلاعات و فرهنگ از رشد چشمگیر صنعت گردشگری نسبت به سالهای گذشته خبر می‌دهد. معین این وزارت می‌گوید امنیت در کشور تأمین شده و زمینه برای حضور گردشگران داخلی و خارجی در نقاط مختلف کشور فراهم شده است. آگاهان نیز تأکید می‌کنند که افغانستان بیشترین ظرفیت گردشگری را دارا است، اما سیاه‌نمایی‌ها و عدم آگاهی‌ها بر صنعت گردشگری در کشور تأثیر منفی گذاشته است. به دنبال تایید تحویل بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین از سوی آمریکا، متحدان بیشترین کشور اعلام کردن مخالف این کار هستند. از جمله انگلیس، نزدیکترین متحد ایالات متحده گفت به کنوانسیون من استفاده از بمب‌های خوشه‌ای متحد است و از دیگران نیز می‌خواهند چنین کنند. اسپانیا و کانادا هم گفتند از قبل با این اقدام آمریکا مخالفت کرده بودند. بیش از 120 کشور جهان استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را متوقف کرده‌اند، چرا که این تسلیحات به گونه‌ای قابل توجه جان غیر نظامیان را تهدید می‌کند. درگیری‌ها میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سری برغم توافقات متعدد برای آتش بس ادامه دارد. دور جدید این درگیری‌ها از روز گذشته به گونه‌ای قابل توجه تشدید شده است. نیروهای واکنش سری اعلام کردند از روی اجبار وارد درگیری‌های جدید شدند. بر اساس گزارش‌ها ارتش سودان با افزایش حملات هوایی عامل تشدید درگیری‌های تازه است. درگیری‌های سودان تاکنون بیش از 3000 کشته بر جای گذاشته است. دو طرف مدعی این تلفات و خسارات سنگین به یک دیگر وارد کردند. با پایان بسته خبری این ساعت رسیدیم. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. روز خوش، خدا نگهدار.